الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم در هر جای کس اینجور صحت و سر حال و در حفظ و امان الله جل جلاله قرار داشته باشین و خوش هستیم که با درس جدید از درسای عقاید اسلامی بخش سمعیات با شما قرار داریم و درس امروز ما که در حقیقت امتداد از درس گذشته در رابطه با عذابهای عالم برزخ و عذابهای قبر می باشه و در حقیقت در رابطه با عذابهای انسانهای گناهکار در عالم برزخ با شما صحبت کردیم و شک نیست که گفتیم که انسانهای گناهکار در عالم برزخ با عذابهای گوناگون گرفتار می باشند. نظر به گناههایی که در دنیا کردن و از گناههای خود توبه نکردن و رجوع نکردن و با این گناهها از دنیا رفتن، شک نیست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برخ از اینها را به چشم سر در عالم برزخ مشاهده کردند و ملائک برایشان بیان کردند و پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر ما خبر دادند که تا ما اگر می خواهیم که در عالم برزخ از عذابش در امان باشیم، پس باید که از این گناه ها خودداری بکنیم. پس به می جهت در رابطه با علل و اسباب عذاب قبر و عالم برزخ در رابطه با گناهکاران در مورد عدم خودداری کردن از بول ما شما صحبت کردیم. نمامت و سخنچینی و بالاخره غیبت و بالاخره هم سودخوری از جمله علل و اسبابی بود که در درس گذشته صحبت کردیم و در درس امروز انشاءالله تعالی در رابطه با متواقی از این علل و اسباب روشنی مندازیم و در زمین در رابطه با منجیات عذاب قبر و اسبابش هم صحبت میکنیم که چه چیزها ما و شما را از عذاب قبر و یا عذاب در عالم برزخ ما و شما را نگاه میکنه و نجات میده. از جمله چشم دیدهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عالم برزخ که با ملک رفتن و ملک برایشان نشان دادن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سر یک تنور رسیدن که در حقیقت سر از او بسیار تنگ بود اما داخل از او بسیار کلان بود و در این تنور که آتش در داده شده بود، پیغمبر صلی الله علیه و سلم زنها و مردهای برهنه را مشاهده کردند و زمانی که از ملک پرسیدند که خب اینا کی هستند در این تنور و با این آتش و با این جانهای برهنه، ملک برایشان گفت که اینا زناکاران هستند، کسایی که در زنا مبتلا بودند. و شک نیست که همه ما میدانیم بینندگان عزیز که زنا یک عمل زشت، یک عمل ناپسند هست که در تمام شریعت های سماوی الله رب العزت را حرام قرار داده بود و بر علاوه حرمت از اینکه عقوبت شدید در این دنیا برای زناکار تعیین شده، شک نیست که زناکار در عالم برزخ هم مورد تعذیب قرار میگیره. پس کسایی که در زنا گرفتار هستند، خدای نکرده چی مرد باشه و یا چی هم زن باشه و بالاخره از این عمل زشت خود توبه نمی کنه و با این عمل زشت خود از این دنیا میره، پس به یقین داشته باشه که قبل از آخرت در عالم برزخ به نمی قسم یک تنور برهنه انداخته میشه و تا به قیامت در این تنور در عذاب و در تعذیب می باشه. سبب دیگر عذاب قبر و یا عذاب برزخ بینندگان عزیز عذاب دروغگویان است. دروغگویان و شک نیست که ما چند نوع دروغگو داریم و یکی از دروغگویان اما دروغ هست که در جهان انتشار پیدا میده که یک انسان یک دروغ میگه که هیچ حقیقت نداره و بالاخره در جهان انتشار پیدا میکنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم در چشم دید خود در عالم برزخ شخص را دیدن که با یک چنگک از لب ازی گرفته و این لب راست ازی پاره میشه تا به چشمش، یعنی به این قسمی های تا به چشم ازی به این اندازه پاره میشه. وقتی کل ازی پاره شد، بعد ازی شخص میای به طرف دیگه ازی و طرف چپ ازی را تا به گوش ازی و تا به چشم ازی چی میکنه؟ پاره میکنه و زمانه که بر میگرده این طرف دوباره جوش، یعنی به این معنی که تا به روز قیامت بینمی عذاب گرفتار است که لبه های ازی و دهن ازی و فک ازی پاره میشه، هم چپ و هم راست. و
زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدن خب یکی انسان است چرا به این عذاب گرفتار است، در جواب گفته شد که اینا دروغگویان هستند که دروغ از اینها در جهان انتشار میکنه، یعنی این تو دروغ میگن که سراسر جهان را در بر میگیرن. خب شک نیست که اگر در حقیقی حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم شما مراجعه کنیم، در حقیقت یکی از پیشگویی های نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در رابطه با عصر و زمان ما و شما می باشه. شک نیست که در عصر و زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون وسایل جمعی و رسانه‌ای آنقدر انکشاف نکرده بود، بلکه با مو حالت ابتدایی و تقلیدیش که برات از مو اسب و قاطر و بسلا شخص می باشه که هم پیام ها می رفت، و شک نیست که در اون وقت زمان دیگه یک دروغ که در جهان انتشار بکنه بسیار امکاناتش کم بود، امکاناتش کم بود. اما این چیز دیگه ما امروز در عصر حاضر خود بینندگان عزیز مشاهده میکنیم. عصر زمانی که عصر زمان تکنولوژی هست، عصر زمان صفحات اجتماعی هست، رسانه ها میباشد، و عصر زمانی که جهان بزرگ ماند یک قریه کوچک در کف دست ما، در کف دست ما جمع کرده، پس متوجه باشین که دروغ های شاخدار و این دروغ های جهانی امروز در عصر حاضر ما دیگه خیلی زیاد انتشار پیدا کرده. پس این صفحات اجتماعی و این رسانه هایی که امروز ما دست از ما و شما داریم در رابطه با این اگر ما از خدا نترسیم، اگر ما حق حق گفته و باطل باطل گفته در نظر نگیریم و بالاخره هر چیزی که شنیدیم نوشته بکنیم، هر چیزی که بود یا نبود به اصطلاح خبر بدیم، شک نیست که در آن واحد، در ثانیه واحد، این خبر تو در سراسر جهان انتقال میکنه. پس به این خاطر کسانی که در رابطه با این صفحات اجتماعی احساس مسئولیت نمی کنند، در رابطه با فیسبوک و یا واتساپ و یا صفحات رسانه‌ای که ما و شما داریم و بالاخره دروغ‌های را از پیش خود ایجاد می کنند و این دروغ‌ها را در صفحات فیسبوک و صفحات اجتماعی می مانند و در آن واحد در تمام جهان انتشار می کنند و از این کار زشت و بد و عمل ناپسند خود توبه نمی کنند و با این عمل زشت خود از این دنیا میرن و یقین داشته باشن که در عالم برزخ بین این قسم عذاب گرفتار میشه که دنهای از اونها پاره پاره میشه و تا با قیامت به این عذاب گرفتار میشه. سبب دیگر عذاب قبر بینندگان عزیز کسالت در نمازها میباشه. چنانچه پیغمبر صلی الله علیه وسلم در چشم دید خود در عالم برزخ شخص را دیدن که خواب هست و شخص دیگر سنگ بزرگ را گرفته و در سر از این انسان میکوبه و سر از این انسان گرد گرد میشه و بالاخره دوباره میره این شخص که سنگ بگیره و پس میه سر از این انسان دوباره جور میشه و دوباره با این سنگ ضربه میزنیشه. و زمانی که پرسیده شد خب این شخص کی هست و چرا به این عذاب گرفتاره، ببینه که هر یک از اینها عذابش از نوع جنس عمل بد از او میباشه. گفتی شخص هست که در نمازهای خود تنبلی و کسالت کرده، یعنی به این معنی که از نمازهای خود در خواب مانده و خاصتا نمازهای صبح یا خاصتا نمازهای خفتنه که ما خواب میکنیم و بالاخره در غم نماز نمی باشیم و بالاخره نماز با قضا میشه، میخیزیم آفتاب برآمده. پس متوجه بشین که انسانها زمانی که چیز عادتشان میشه و در رابطه با این هیچ توجه نمی کنند و در رابطه با خیستن نماز هیچ گونه آمادگی نمی گیرند، پس متوجه باشین که عذاب از این اون انسان ها که از نمازهای خود در این دنیا که حال کسالت و تنبلی می کردن و خواب به نماز ترجیح می دادن، پس متوجه باشین که انسان ها در روز در عالم برزخ بین این قسم عذاب گرفتار می شود. اما اگر انسان آمادگی آمتام خدا در نماز میگیره و سعی و تلاش و کوشش میکنه که بخیزه اما خیستن میتونه، ای از این قضیه استثناء هست. ای عذاب در رابطه با کسانی هستن که در رابطه با نمازهای خود هیچ توجه نمیکنن و ای عادتشان است که همیشه نماز صبح میخیزن و آفتاب برآمدگی میباشه، و یا یکی شخص الله برایش قرآن داده گیست و از این قرآن خواب میکنه و از این قرآن مثلا نمیخوانه و تلاوت شبانه نمیکنه، این هم به این نظم این عذاب چی میشه؟ گرفتار میشه. به جهت از این که قرآن نعمت الله هست و کسی که الله رب العزت قرآن داده پس این ازش تقاضا میکنه که بخیزه و شبها این قرآن تلاوت بکنه. به جهت از این قرآن مجید یکی از اون شفیهای هست که در روز قیامت از بنده شفاعت میکنه و شفاعت شما می نمی از بینندگان عزیز که با حضور الله می رو می گه یا الله این بندیت از خوابش من نکردم و این شبها تو را تلاوت می کرد و شفاعت من در حقش قبول بود.
اما قاری است و یا حافظ زبیقا حافظ و قاری است ولیکن در خواب میمانه و شبانه قرآن تلاوت نمیکنه. پس متوجه باشین که یکی از عذابهای گرفتار میشه، یکی هم کسایی هستن که نمازهای فرضشان در خواب میمانن و یکی هم اینمی قراء و حفاظ هست که در رابطه با قرآن مجید توجه نمیکنن. عذاب دیگری که در رابطه با عالم برزخ به سببش انسان مورد تعذیب قرار میگیره، یکی هم خیانت در بیت المال و یا خیانت در مال عامه میباشه. با چی معنا؟ یعنی هر زمانی که ما در بیت المال خیانت میکنیم و غدر میکنیم و غدر و خیانت از بیت المال چیز در میگیریم در حالی که حق ما نمیباشه، پس متوجه بشیم که یعنی غدر و خیانت انسان در بیت المال یکی از علل و اسباب عذاب انسان در عالم برزخ میباشه. قبل از آخرت در عالم برزخ هم در رابطه با این خیانتی که ما در بیت المال کردیم او برای ما شما داده میشه. یکی از انواع بیت المال بینندگان عزیز به نام غنیمت شمرده میشه. غنیمت چی را میگن؟ غنیمت در حقیقت همون مال هست که مسلمان ها بعد از اینکه با کفار جنگ میکنن و اونا را شکست میتن و مالی که به دست از اینا قرار میگیره این مال را به نام غنیمت یاد میکنن. پس آن چیزی که قاعده در مال غنیمت هست، مال غنیمت مساویانه بین مردم چه میشه؟ تقسیم میشه و یک بخش ازی در بیت المال. پس هر زمانی که یک انسان، یک عسکر، یک افسر در انگام جنگ، در انگام که به اصطلاح غلبه حاصل میشه، این زمین مال غنیمت بدون اجازه چیز را پت میکنه، خیانت میکنه، پس متوجه باشین که در حقیقت یکی از علل و اسباب عذاب قبرش میباشه، اگرچه او چیز بسیار اندک و بسیار ناچیز هم باشه. خب چرا بینندگان هست؟ و جهت از اینکه در غزوه خیبر زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اشتراک کردم، الحمدلله الله رب العزت برای مسلمان ها فتح و پیروزی نصیب کرد، آنقدر مال غنیمت به دست مسلمان ها قرار نگرفت و چیزی که قرار گرفته بود که را جمع کردند و در این موقع زمانی بود که یکی از غلام هایی که به نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، در این موقعی که مسلمان ها به اصلاح از جنگ برگشته بودند، ناگهان تیر آمد و به این غلام اصابت کرد و این غلام جای به جای کشت و از بین برد. وقتی که غلام در معرکه جهاد کشته شد و صحابه شهادت از این تبریکی دادن و گفتن که شهادت برایش مبارک باشه و انسان شهید شد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جواب گفتن که کلا هرگز نه، کلا هرگز نه، شال را که در مال غنیمت خیبر دزدی کرده بود او امروز مانند آتش در قبر شعله‌ور شده. یعنی مالی که در حق بیت المال خیانت کرده بود و غنیمت بدون اجازه گرفته بود که غنیمت جز بیت المال می باشه، و نموش شال برای از او در قبرش در عالم برزخ شعله‌ور شده. و شما فکر کنید بینندگان عزیز که کسی که در معرکه با پیغمبر یک جای جهاد میکنه و در میدان جهاد تیر می آید و خونش می ریزه ولیکن در رابطه با یک شال در بیت المال خیانت کرده و غدر کرده، اینمی به اصطلاح شال و خیانت و غدرش بالاخره او را مورد عذاب در عالم برزخ قرار داد. و شما فکر کنید امروز که در رابطه با بیت المال توجه صورت نمی گیره و غدر و خیانت را که ما در بیت المال می بینیم، پس متوجه باشین که هر یک از اینها در حقیقت علل و اسباب عذاب قبر می باشه. یکی از انواع بیت المال بینندگان عزیز معادن در یک کشور می باشه. بس معادن در یک کشور بیت المال است. بیت المال به چه معنی؟ به معنی که تمام افراد به چی دارند؟ به شریک می باشند، سهیم می باشند. بس انسان ها که به این معادن غدر می کنند، خیانت می کنند، بس متوجه باشند که اگر از این غدر و خیانت خود باز نمی گردند، یکی از علل و اسباب عذاب قبر خدا در عالم برزخ برای خود آماده کرده. پس برخی از علل و اسباب عذابهای قبر در رابطه با انسانهای گناهکاری بود که در این دنیا در گناه مبتلا بودند، توبه نکردند و بالاخره با این گناه ها از این دنیا رفتن و هر یک از این گناه ها به اشکال و اقسام مختلف در عالم برزخ اونا را مورد تعذیب قرار داد. پس علت و سبب چشم دید پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این کسایی که در عالم برزخ در تعذیب بودند و بیان ملائکه که اینا به سبب کدام عمل زشت مورد تعذیب هستند
و پیغمبر می آید و این برای ما بیان می کنه. این به یه جهت از بینندگان عزیز که تا از هر یک از علل و اسباب ما خودداری بکنیم که تا خدای نکرده زمانی که در جهان برزخ میریم به این عذابهای گوناگون گرفتار نشیم. به جهت از اینکه سخن پیغمبر حق است، کلام پیغمبر حق است و آن چیزی که پیغمبر برای ما خبر داده همه صدق است و راست است، فقط پرده بین آن چیزی که پیغمبر گفته و بین آن چیزی که ما فعلا هستیم این همی پرده مرگ است و این پرده مرگ که با آمدن ملک الموت برداشته میشه دیگه ما به این جهان برزخ انتقال کرده و همه آن چیزی که ما امروز به صورت نظری میگیم بالاخره در اون جهان به صورت عملی مشاهده میکنیم. و شک نیست که یک تعداد چیزهای دیگر به نام منجیات عذاب قبر یاد که من کلمه منجیات کلمه جمع است به معنای منجی و منجی در زبان عربی به معنای نجات دهنده را میگن. منجی نجات دهنده. و زمانی که ما منجیات میگیم یعنی نجات دهنده عذاب قبر. چی معنا؟ یعنی چی چیزها انسان از عذاب قبر نجات میده؟ شکل است که در قبر هم نعمت است و هم عذاب است. به عذاب قبر به مراتب بیشتر است از نعمتهایش کرده. چنانچه بیان کردیم براتون. پس چه چیزها انسان از عذاب قبر، از عذاب برزخ، در عالم برزخ انسان از عذاب، از عقوبت نجات میده؟ به شک نیست که علمای کرام و علمای علم عقیده یا سلسله چیزها را برای ما شما از خلال آیات قرآن مجید و احادیث و فرموده های پیغمبر صلی الله علیه و سلم جمع‌آوری کردند که اینا را در حقیقت علل و اسباب منجیات عذاب قبر برای ما بیان میکنند. از جمله منجیات و یا نجات دهنده های عذاب قبر در قدم اول ایمان می باشه بینندگان است. تا با وقتی که انسان ایمان نداشته باشه متوجه باشین که هیچگاه از عذاب برزخ و عذاب قبر نجات پیدا کردن نمیتوند، چنانچه در رابطه با آل فرعون در درس گذشته براتون بیان کردم، چنانچه در رابطه با قوم نوح علیه السلام براتون بیان کردم که به مجردی که اونا میمیرند در آتش داخل میشن، در آتش می سوزن و هر صبح و بیگاه آتش برای از اونا چی میشه؟ عرضه میشه. پس ایمان یکی از علل و اسباب نجات انسان چی میباشه؟ از عذاب قبر یا عالم برزخ. منتها متوجه باشیم بینندگان عزیز که تنها ایمان کافی نیست. و جهت از اینکه ما در رابطه با کسایی که ایمان داشتن ولیکن اعمال صالح نداشتن، از اعمال بد خودداری نکردن، با شما در اینجا اصحابش بیان کردیم دیگه، غیبت کننده ها، دروغگویا، زناکارا، سودخورا، کل از اینها کسایی بودن که ایمان داشتن ولیکن چون در رابطه با ایمان خود کار خیر را انجام ندادن پس به این خاطر در عالم برزخ نظر به گناه های خود مورد تعذیب قرار گرفتن. پس برعلاوه ایمان آن چیزی که جمله منجیات عذاب قبر برای ما و شما گفته میشه یکی هم استقامت و پابندی و فرایض و اعمال صالح همه باشه. یعنی بعد از ایمان ما باید که در انجام دادن فرایض و اعمال صالح چی داشته باشیم؟ پابندی داشته باشیم. پس هر زمانی که بعد از ایمان ما در رابطه با ادای فرایض که نمازهای پنجگانه هست، روزه هست، دادن زکات هست، فریضه حج هست در صورتی که ما بتانیم و اعمال صالح دیگر که هست که تلاوت قرآن مجید هست، صدقه هست، خیرات هست، ما روزانه این کارها را انجام میتیم. پس استقامت و پابندیتان به فرایض و اعمال صالحه بعد از ایمانتان این در حقیقت یکی از علل و اسباب نجات انسان از آتش از عذاب برزخ و یا عذاب قبر میباشه. به چی معنا؟ شک نیست که زمانی که ما شما گفتیم که انسان مؤمن و مسلمان که زمانی که در قبر مانده میشه و از او سوال میشه و انسان نیکوکار هست و در این دنیا پا آمده احکام دین بوده و شک نیست که انسان دیگه در اونجا جوابهای درست میده، میگه ربی ما الله هست، دین ما اسلام هست و این شخصی که با ما فرستاده شده این بنده الله و فرستاده الله هست و با این خاطر است که نعمت های جنت برای از او داده میشه و او انسان نعمت های جنت مشاهده کرده در خوشی و سعادت میباشه. و گذشته از او در حدیث دیگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما بیان میکنند که زمانی که انسان مؤمن و مسلمان در قبرش مانده میشه و این انسان در این دنیا به فرایض و اعمال صالحه استقامت داشته پس کل از این اعمال و فرایض از این از چهار طرف انسان را احاطه میکنند. نماز به یک جانب استاد میشه، روزه به جانب دیگر استاد میشه، حج به جانب دیگر و بالاخره زکات و صدقات و اعمال صالحه به جانب، یعنی به معنی که از چهار طرف انسان به اعمالش چی میکنه؟ در بر میگیره.
و یه عذاب برزخ که از هر جایی که میایه که تا خدا به این میت برسانه، از هر جانبی که میایه او جانبی که از طرف من را نیست، از طرف نماز میایه، نماز میگه از طرف من را نیست، از طرف روزه میره، روزه میگه از طرف من را نیست، و به این شکل انسان در عالم برزخ از عذاب و از عقوبت در امان میماند. و به این جهت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم زمانی که حدیث بر ما روایت میکنند و میت زمانی که توسط ملائکه در جهان برزخ در قبر اصلیش مانده میشه و اعمالش میاد از چهار طرف میگیره و به اسلام محاصره میکنه و عذاب نمیمانه که به این انسان برسه، این وقت و زمان هست که ملائک منکر و نکیر میاین و از این انسان میخواین چیزی را پرسان بکنه و برای از این میگن بشین بشین، و زمانی که میشینه برای از این اتو تخیل میشه که گویا وقت نماز دیگر هست، وقت نماز دیگر هست و آفتاب نزدیک غروب میباشه و این انسانی که در این دنیا همیشه در غم نماز خود بود در اون وقت و زمان هم منکر و نکیر از این سوال میکنن و این انسان برای منکر نکیر بگذارین که من نماز خود بخورم قضا میشه، بگذارین که من نماز خود بخورم قضا میشه، و بالاخره زمانی که میفهمه که من در جهان دیگه هستم و سوالای از اینها را جواب میده و بالاخره اینها پرسان میکنن که ماذا تقول فی هذا الرجل الذی بعث الیکم، چی میگه در رابطه با انسانی که برای شما فرستاده شده؟ در جوابش میگه و عبده و رسوله، و بنده الله و فرستاده الله هست. اینجاست که دریچه های جنت برای از انسان چی میکنن؟ باز میکنن. پس یکی از مهمترین علل و اسباب نجات انسان از آتشه از عذاب برزخ، از عذاب قبر، ایمان و استقامت در رابطه با فرایض و اعمال صالح. چیز دیگری که انسان از عذاب قبر و عالم برزخ نجات میده شهادت در راه الله هست. شک نیست که انسان که در راه الله شهید میشه برای شهید مرتبه های بی حد زیاد داده میشه، و یکی از اکرام و عزتی که در رابطه با شهید میشه نجات از او از چی هست؟ از عذاب قبر. یعنی شهید در قبرش، در برزخ، در عالم برزخ مورد تعذیب قرار نمیگیره. مانند اون از مو دعوتگره که در راه الله شهید میشه واقعی از این الله رب العزت در سوره یاسین برای ما شما بیان میکنه که زمانی که الله رب العزت در یک قریه چندین رسول فرستاده و بعد از اونا تکذیب کردن، بالاخره یک شخص آمد و برای مردم گفت که مردم از پیغمبرای اطاعت بکنین، فرمان برداری بکنین، اونا چیزی نمیخواین از شما، سعادت تا نمیخواین، و ما به رب خود، خالق خود، آفریدگار خود ایمان دارم و از تمام نزدیک شما شکر میکنم، شرک میکنیم، من بیزار هستم. و بالاخره گپ از این نشد و بالاخره این انقدر لطکم کردن که تا جانش برآمد و در حین و زمانی که روح از بدنش میبرآمد قیل ادخل الجنه، برایش گفت که در جنت داخل شو، جنت یعنی برای که عذاب مذاب دیگه نیست. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، ای کاش قوم من میدانست به آن چیزی که الله رب العزت مرا بخشید و مرا جمله معززین و مکرمین گرد. در کجا؟ در عالم برزخ، و جهت از این قیامت روز برپا نشد. و شهادت در راه الله یکی از اسباب نجات انسان از عذاب قبر می باشد. پاسبانی در راه الله، یعنی یک شخص که در راه الله پاسبانی می کنه در رابطه با حدود کشور اسلامی پاسبانی می کنه و در حین پاسبانی وفات می کنه، پس متوجه باشین که انسان از عذاب قبر در امان می باشه و شک نیست که پاسبانی از این دیگه یک عمل طویل و یک عمل دوامدار می باشه که تا به قیام قیامت ادامه می کنه. پس رباط و یا پاسبانی در راه الله هم یکی از علل و اسباب نجات انسان از عذاب قبر می باشه. خواندن سوره ملک، بینندگان عزیز، چنانچه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که در قرآن مجید سوره هست که 30 آیت داره و هر کسی که در بخانه الله رب العزت را از عذاب قبر نگاه میکنه. بر خواندن سوره ملک در شب، هر شب که ما سوره ملک میخوانیم، پس خواندن سوره ملک هم یکی از علل و اسباب نجات انسان از عذاب قبر میباشه. وفات انسان در شب و یا روز جمعه، شک نیست که روز جمعه از افضل‌ترین روزهای هفته ما و شما میباشه و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم می فرماید که بهترین روزی که آفتاب در او طلوع کرده روز جمعه می باشد. پس یکی از فضایل و برتریت های روز جمعه و شب جمعه می سپرندگان عزیز، کسی که در روز جمعه یا شب جمعه وفات می کنه الله رب العزت را از عذاب قبر نجات می ده. چنانچه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هم در رابطه
برای ما شما بیان کردن که ما من مسلمین یموت یوم الجمعه او لیلت الجمعه الا وقاه الله تعالی فتنه القبر. هیچ انسان مؤمن و مسلمان نیست که در روز جمعه یا شب جمعه وفات میکنه الا که الله رب العزت را از فتنه قبر یعنی عذاب قبر چی میکنه نجات میده. و همچنان از منجیات عذاب قبر یکی هم وفات انسان به درد معده می باشه، یعنی کسی با سرطان معده گرفتار است یا با درد معده گرفتار است یا یکی با درد شکم گرفتار است و شدت از این درد بالاخره چی میکنه وفات میکنه. پس این درد معده و شدت درد از این بالاخره ای از عذاب قبر نجات میده. چنانچه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این رابطه می فرماید که من یقتله بطنه فلن یعذب فی قبره. هر کس را که درد شکمش به قتل رسانی توسط از او وفات کرد فلن یعذب فی قبره، باز او در قبرش مورد تعذیب قرار نمیگیره. و بالاخره در اخیر هم از جمله چیزهایی که انسان از آتش جهنم نجات است از عذاب قبر نجات میده، بینندگان عزیز، یکی هم دعا و پناه جستن از عذاب قبر است. دعا و پناه جستن از عذاب قبر است، یعنی انسان مؤمن و مسلمانی که همیشه دعا میکنه و به الله جل جلاله از عذاب قبر پناه میجوید، پس الله رب العزت دعای از او را قبول کرده و بالاخره از عذاب قبر و عالم برزخ او را نجات میده. و شک نیست که یکی از دعاهای پیغمبر صلی الله علیه وسلم که همیشه در دعاها خود میکردن در نمازهای خود میکردن، یکی از دعاها هم در حقیقت پناه جستن از عذاب قبر بود. و پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای ما شما هم ارشاد و رهنمایی میکنن که از الله جل جلاله از عذاب قبر پناه بجوید. و پیغمبر صلی الله علیه وسلم در دعاهای خود همیشه اینا میگفتن که اللهم اینی اعوذ بک من عذاب جهنم و اعوذ بک من عذاب القبر. یا اللهم از تو باز از آتش جهنم پناه میجویم و از تو از عذاب قبر پناه میجویم. یا در دعای دیگری که از نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بر ما روایت است که اللهم اینی اعوذ بک من فتنه النار و عذاب النار و فتنه القبر و عذاب القبر. یا اللهم از تو ما به تو از فتنه آتش جهنم و از آتش جهنم و از فتنه قبر و عذاب قبر به تو پناه می جویم. پس هر زمانی که انسان مؤمن و مسلمان همیشه در دعاهای خود از الله جل جلاله و از عذاب قبر پناه می جویه، پس این دعاهای ازی باعث ازی می شه که تا از عذاب قبر نجات پیدا کنه. پس این در حقیقت برخی از منجیات هست که شریعت اسلام بر ما بیان کرده که در عالمی که ما میریم، در جهان جدیدی که ما تولد میشیم، شک نیست که در اون جهان عذاب هم وجود داره و نعمت هم وجود داره. پس راه های جلوگیری از عذاب از او چی میباشه؟ در قدم اول اینی اسباب بر ما بیان کردن که از این گناه ها و از این معصیت ها ما خودداری بکنیم و در قدم دوم به این منجیات و یا نجات دهنده ها تمسک بجویم، به ایمان، به استقامت ما، به فرایض سعی و تلاش و کوشش بریم، در راه الله شهید شویم، در راه الله پاسبانی بکنیم، سوره ملک هر شب بخوانیم و بالاخره به الله جل جلاله دعا بکنیم و از عذاب قبر پناه بجوییم. پس کل چیزها در حقیقت ما و شما را از عذاب قبر و برزخ نجات بدیم. پس این درس ما بینندگان عزیز در رابطه با جهان برزخ بود که در حقیقت اولین مرحله حیات زندگی انسان بعد از مرگ و شک نیست گفتیم دومین مرحله حیات زندگی انسان بعد از مرگ بعد از عالم برزخ است، باز جهان آخرت می باشه. و انشاءالله تعالی در درس های آینده در بخش سمعیات ما در رابطه با جهان آخرت صحبت میکنیم. جهان آخرت چی را میگن؟ چه قسم برپا میشه و در اونجا چی امور صورت میگیره؟ کل ازی در حقیقت قضایای غیبی هست بینندگان عزیز که بغیر از آیات قرآن مجید و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم هیچ گونه ما نمیتونیم که چیزها را استنباط بکنیم. پس از خلال استنباط ما از آیات قرآن مجید و احادیث پیغمبر ان شاء الله تعالی در رابطه با جهان آخرت صحبت های مفصل ما شما داریم. الله رب العزت همه ما شما را توفیق بابندی به احکام نیکو نصیب فرمایا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.